بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه. آقای مسجدی سلام به شما، خوش آمدید به برنامه. تشکر، سلام به شما. قرضه‌گیری وزارت مالیه از صندوق جهانی پول، حالا بیشتر در این مورد بر ما بگوین که چه میارهایی را تکمیل کرده که این قرضه را میتونه بگیره حالا؟ تشکر میکنم. به صندوق وجهی پول به خاطر ازی که به یک کشوری که در حالت به حساب نا درست اقتصادی قرار داشته باشم، یک قسمت یا یک تعداد از معیارات را در مورد اصلاحات در بخش مالی، جمع‌آوری درست عواید و مصرف رسانیدن درست بودجه و همچنان سیستم سازی و بهترسازی مدیریت سیستم پولی و اینا تعهدات را یا بنچمارک‌های را می‌گذارند. در صورتی که یک کشور بتانه این تعهدات نظر به موارد تخنیکی صندوق وجهی بین‌المللی پول برآورده بسازه، در قدم نخست به اینا اجازه می‌دهند که اینا قرضه‌های را با شرایط سهل و یا با امتیازات خاصی بگیرند. افغانستان در 16 سال گذشته متاسفانه در 18 سال گذشته نمیتونستی شرایط برآورده کنه، چون مو موارد اینا که اینا نامگذاری میکردن ازدیاد عواید و مثلا سیستم سازی بودجه و سیستم سازی خزائن و شفافیت در مواردی که پول جمع میشه، این موارد برآورده ساخته نمیتونستیم. خوشبختی ما بود که امسال در دور پنجم از بررسی ها نه تنهایی که ما 100% این موارد را که اونا بر ما مانده بودن را برآورده ساختیم و بر ما اجازه گرفتن قروض سهل دادن، بلکه در پهلوی از پول تشویقی از که تقریبا در حدود بالاتر از 1-2 میلیون دلار هم میشد، او را هم بر ما اضافه دادن که مجموع پولی که از این برنامه ما الی حال گرفتیم بالاتر از 30 میلیون دلار میشن. ولی بر ما مهمتر پولش نبود، مهمتری است که حالا صندوق ها و بانک ها و ممالک اعتماد به گزارش و یا اجازه صندوق وجهی بین المللی پول آماده به این میشن که به حکومت افغانستان قروض سهل و دراز مدت و با تکتانه کم با مدت زمان بیشتر رابطه، و ما هم مجبور هستیم تمام پروژه های انکشافی و کارهای انکشافی خود نمیتونیم که از طریق کمک های بلایوز به پیش ببریم، چون کمک ها ایست ایست رو به کاهش است و همکاران بین المللی ما، بانک جهانی، صندوق وجهی بین المللی پول میگن که شما باید آماده به ای باشین که قروض بگیرین، قروض سهل و قروض امتیازی. پروژه های انکشافی که در پیشبرد امور اقتصادی برای شما کمک میکنن، برای شما دوباره پول یا عواید به دست میارین، برای از اونا قرض بگیرین، پروژه هایتون را تطبیق کنین، دوباره در مدت زمان به اساس قراردادی که با هر نهاد میکنین قروضشون را پرداخت کنین. گفته شده گفتگوها با نهادها و کشورهای گوناگون برای گرفتن قرضه آغاز شده، میشه بگوین که از کدام کشورها قرار است حکومت افغانستان قرضه بگیره و این گفتگوها به کجا رسید؟ ما با هر نهادی که یا با هر صندوق وجهی که بهترین شرایط برای ما بده، بهترین رویه همکاری را برای ما پیش بگیره، ما از اون قرض میگیریم. شروعش از بانک انکشاف اسلامی کردیم، بعد با صندوق وجهی انکشاف کویت، صندوق وجهی انکشاف سعودی، با فعلا پلان به ای است که با صندوق انکشاف امارات، با بانک سر به حساب بنیه‌گذاری یا بانک مواردی که در چین است AIIB با اونا صحبت کنیم، با بانک انکشاف اسلامی و همتا با بانک ها و یا صندوق های اروپایی و امریکایی. بر ما مهمتر ای است که کدام صندوق و یا کدام مملکت و یا کدام بانک شرایط قروض خود سهلتر و آسانتر بر ما میتن. اولویت ما به ای است که با از اونها تا فعلا این موارد ابتدایی بوده. هر قرضه مدت زمانش، تکتانیش، نویت پرداختش در یک قرارداد خاص با مو نهاد یا با مو مملکت بحث میشه. قسمه که ما پیشترم گفتم کوشش ما به ای است که ما قروض را با سهلترین مواردش اخذ کنیم. کوشش ما به ای است که حداقل تکتانه موجود نباشه، اگر در صورتی که موجود هم باشه بسیار ناچیز باشه. شرط دوم ما یا کوشش دوم ما به ای است که مدت زمان پرداخت ازی طولانی باشه، و مسئله سومش ای است که نوعیت پرداخت ازی هم بر ما آسان تر باشه، چون ما یک کشوری هستیم که واقعا موارد اقتصادی ما ثبات نداره. بعضی اوقات بسیار خوب حرکت میکنیم، بعضی اوقات مسائل سیاسی و امنیتی باعث ازی میشه که حرکت اقتصادی ما درست نمی باشه.
با مو اساس است که ما دست باز حتی صندوق وجهی بین المللی پولام بر ما دست باز در گرفتن قرضه ها نداده. گفته شما قروض را گرفته میتونه که شرایطش بسیار سهل و آسان و مدت های دراز را داشته باشه. ما به می اساس است که ما با یک یا دو دونر صحبت کرده نمیتونیم، مجبور هستیم با چندین نهاد و چندین مملکت و چندین بانک صحبت کنیم و ببینیم که کدامش بر ما خوبترین قرض را داده میتونه. مثلا فعلا که در حکومت افغانستان در حدود 1 میلیارد دلار قرض گرفته در سالهای پسینو گذشته، اما بالاترین تکتانی را که ما داریم 1% است و 0.5% است و مدت زمانش هم 40 سال، 50 سال، 35 سال، 60 سال است. فعلا هم کوشش ما به او است که بینمی منوال بینمی رقم ما قروضی را بگیریم و حتی آسان تر از این، چون ما متکی به این نیستیم که رشد اقتصادی ما عواید ما به حد خوب است و زیاد میشه یا از این پروژه ها 100% امو چیزی را که ما پیش بینی کردیم با واقعیتش به دست میاد که ما دل بگیریم و با جرات قروض و حساب غیر سهل بگیریم. دیگه امیدوار هستیم که صحبت هایی را که ما آغاز کردیم به یک نتیجه درستتر و خوبتر برسیم. بر علاوه از این که خوشبینی وجود داره در مورد از این که حکومت افغانستان میتونه از این به بعد قرضه بگیره، نگرانی های هم وجود داره که پول این قرضه در چگونه پروژه ها به مصرف خواهد رسید. آیا پروژه هایی که از این پول برای انداخته میشه دوباره خواهد توانست که مفاد بر افغانستان داشته باشه که بتونه این قرضه ها را دوباره بپردازه؟ روی تک تک پروژه از این بسته تقریبا 6-7 ماه میشه که کار شد. هر پروژه‌ای که از طریق از این قرض تمویل میشه، امکان سنجیش، امکان سنجی اقتصادیش، درآمد متوقعش، موقعیتش، نوعیتش، تمامش در یک بسته آماده شده. در ظرف 15-20 روز ما حتی میتونم که امو کوچکترین نقاط این پروژه ها را هم همراه شما شریک بسازیم. ما دلیلی که وقت زیاد را به خاطر پلان گذاری از این گرفت ای بود که نه تنها که در داخل خود حکومت ما سر از این چانه زدین کردیم، با وزارت های سکتوری ششتیم، با سکتور خصوصی ششتیم، در این مورد به حساب صحبت های خوبی کردیم، بلکه با بعضی از متخصصین اقتصادی و مالی نهادهای بین المللی هم که در افغانستان موجود هستند صحبت کردیم و این پروژه ها را برایشان به یک نوی نمونه پیشکش کردیم و همراه از اینا صحبت کردیم. پس امید ما ای است، گرچه فعلا روی کاغذ است و زمانی که به تطبیق سپرده میشه اصلا نتایج دیده میشه، اما آنچه که ما توقع داریم و پلان داریم و امیدش داریم ای است که هر پروژه ای را که ما از به اساس از این تطبیق میکنیم مطمئن هستیم که او درآمد خوب دوباره به دولت و به ملت و به چند پروژه مشخص شده که این پول در این پروژه ها به مصرف خواهد رسید؟ در 3 سکتور ما این پول به مصرف میرسانیم که سکتور زراعت است، که در سکتور زراعت در 2 بخش به مصرف میرسه، آبیاری و باغداری و به حساب بخش میوه‌جات، که هر بخشی از این مثلا آبیاری از خود 4-5 پروژه داره، باغداری از خود 5-6 پروژه داره. سکتور دوم ما سکتور خانه سازی است که در 2 بخش است، خانه سازی که به فروش میرسه یا مسکنی که به فروش میرسه و مسکنی که به کرا داده میشه. این هم هر بخش از این تقریبا 10-12 پروژه داره. و سکتور سوم از این انرژی برق است که لیندوانی، شبکه سازی، سبستیشن سازی و ایناست، که هر کدام از این تقریبا پروژه های خود داره. ولی خوبی از این است که از هر سکتور، از هر پروژه قبل از قبل تمام مطالعاتش انجام شده و در یک بسته منظم موجود است که ما به دومنرا زمانی که بسته را پیشکش میکنیم اونا حتی موقعیت از این پروژه را میفهمن، نویت حاصلات و نویت درآمدش را میفهمن تا متوجه باشن که میخواین بر ما قرض بدن یا نه. ممنون از شما شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه. تشکر از شما، بخیر باشید.